فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد شبکه وصال حق که اینقدر علیه شما برنامه دارن، چجوریه که شما همه تمرکزتون رو شبکه کلمه از اصلا به وصال حق؟ اصلا ما اونها رو اصلا شبکه فوکاین تقریبا نمیدانیم اصلا اونها را. یا آقای دهقانی عبدالقدوس امروز برنامه داشت، اون شبای قبل درباره فدک خیلی بحث میکنه و مسخره بازی رو انداخته. بله اتفاقا اونا با این فحشایی که میدن جناب آقای حسن آقا بهترین خدمت رو به ما میکنن. بله ما گهگاهی که خسته میشیم آقا اون شبکه ها رو نگاه میکنیم. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. من نمیدونم شمایی که دم از دفاع از قرآن میزنید آیا تا به حال در برابر این اهانت هایی که به قرآن مجید شده یک بیانیه دادید، یک اعلامیه دادید، یک سخنرانی داشتید، محکوم کردید و یا جرأت محکوم کردن دارید؟ چون فعلا اونها اربابان شما هستند و رزق روزیتون رو از خدا بریده به دست اونها دارید نگاه میکنید، چون اگر محکوم بکنید دیگه خلاصه اون به قول لوله های چاه نفت در استودیوهای شما قطع خواهد شد و فعلا در زیر پرچم اونها دارید شما سینه میزنید. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. این شبکه های نور و وصال و کلمه چه رسمیتی دارند؟ به کجا وابستند؟ کدوم مرجع علمی اهل سنت یا حتی وهابیت اینا رو تایید کردند؟ کدوم یک از علمای وهابیت حتی اومدن تو شبکه اینا برنامه زنده داشتن؟ بله. در نتیجه اینها یه عده ایرانی فراری ضد انقلاب هم مثل نوری زاده و نمیدونم رضا فاضلی و هنرپیشه و خانم حاله و امثاله هم که اونا در اون شبکه های سیاسی برخورد میکنن. اینا هم اومدن تو انگلستان زیر چتر اینتلیجنس سرویس و موساد از کانال مذهب وارد شدن. نه اینا وهابی هن، نه مسلمون هن، نه اهل سنت. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. اینها را عزیز دل من هندوانه زیر بغلت میدن فرزند عزیزم که شما را از مذهب و از اهل بیت جدا کنن. قسم به خداوندی خدا، جدا شدن از اهل بیت به صلاح شماها نیست. اینها خودشون دارن در آتش جهنم میسوزن، میخوان رفیق خلاصه جهنمی برای خودشون پیدا کنن، دنبال این هستن، دنبال چیز دیگری. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. و همونطور که آجاها اشاره فرمودن مسئله مثلا وصال دیگران، چون دارن فحاشی میکنن، ما کاری به فحاشی ها نداریم، حتی از همون وصال باطل اینها دمدم میزنند با مراجع، ما تماس گرفتیم اعلام کردیم. آخه شماها به قدری پست هستید که اصلا این قضیه زن ادعا برای شما به قول جسارته، ادعا برای شما جسارته. شما اگر راست بگید سرمایه علمی دارید، در شبکه جهانی ولایت به روی همه بازه. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. این
که گفته بودن که از شبکه وصال هم کلیپ های داشته باشید، شبکه وصال بیشتر به فحاشی و توهین و اینا میپردازه، کمتر به بحث علمی و شبهات و اینها مطرح میکنه که یه وقت خدای نکرده ما بخوایم در واقع از اونها چیزهایی رو نقل بکنیم و بفرستیم رو آنتن که بیشتر توهین به شیعه است. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. اگر یکی از شما وهابی های نسل بنی امیه به ایران چپ نگاه کند، چشمان او را از حدقه بیرون می کنند و خوراک سگهای ولگرد می کنند. این رو تو گوشتون بکنید. یا علی یا علی، من سگ ولگردم و حلاد زد برگردنم. یا علی من سگ ولگردم و حلاد زد برگردنم. شماها وطن فروشی بیش نیستید، وهابی یهودی مرگ به نیرنگتان، خون شهیدان ما می چکد از تنگتان. شما مسئول خون شهدای سوری، بحرینی، افغانی، پاکستانی، ایرانی و هستید و نیازی نیست از ایران به عنوان وطن نام ببرید. همین افتخار نوکری عربستان سعودی برای همیشه برای شما کافی است. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. اصلا شما نمیدونم میفهمید نمیفهمید چه مصرف فرمودید شما. اصلا این رو اگر یک برای شما عرض کنم ارازل اوباش همچه چیزی بگی، ما میگیم آقا این جسارت بود، دون شأن این ارازل اوباشه. ببینید آقای یگانه، لطف کنید از این شبکه ها را ما اصلا شبکه انسانی نمیدانیم. آقای یگانه ببین عزیز من، ما این شبکه های حتاک فحاش ای که اصلا شرف رو زیر پا گذاشتن، نوچه های بنی امیه و نواده های یزید و معاویه در شبکه های شیطانی دارن یک سری شبهاتی رو مطرح میکنن که واقعا قلب هر بیننده رو به درد میاره. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. یعنی گمان نمی کردیم این احمقها و دشمنان اهل بیت اینقدر پست باشن، اینقدر رذل باشن، اینقدر لامذهب و بیدین باشن. سوادی تو، احمقی تو، هیچی نداری در چنتت، هیچی نداری. حالا نمیدونیم چقدر باید آدم پست باشه، چقدر باید آدم رذل باشه. به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره، ولی این واقعا از حد گذرانده. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. این دیوانه است، این خل و چله، برای مال خلیایی شده، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. سگ میترسی تو، رفتی اونجا و پشت دیواره های برای شما عرض کنم سقیفه شروع کردی داده بیداد کردن، عربده کشیدن، فریاد زدن. خب عقل این آقا بندازی گاوه. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیره، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن. مثل سگ میترسی تو، بر تو مثل عضو هم خرب تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. عقل این آقا بندازی گاوه. این آقا مثل مگسی که
دنبال این هست که فقط بره جاهای آلوده بنشینی، از این مادرهای مشنگشون سوال کنن که چیکار کردن. احمقها اینقدر پست باشن، اینقدر رزل باشن، به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره. دیگه به قول آبرو حیثیتی برای تو برای شما عرض کنم نماند. پل و چله برای مال خلیایی شده. آقا این دیوانه است، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. اینقدر لامذهب و بیدین باشن و از دایره انسانیت بیرون میدانیم که به اراذل و اوباش نمیدونم اراذل باشه از کدام به قول کوچه و پس کوچه پیدا میکنه. زنای فاحشه بهتر از اینا بلد فحش بده. در شبکه های شیطانی مثل رهبرشون شیطان الاسلام که واقعا ابلیس العبالسه بایدم این چنین باشه. بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت، لعنت بر این وجدان، اوف بر این وجدان، لعنت خدا و ملائکه و جمیع جنس بر شما و بر پدر مادر شما که اینطور بی‌حیا شما را تربیت کرده و بر اساتید شما. حالا ایشون چطوری سوختن و کجا سوخته غیر، حالا ما خبر نداریم چیه، این چنین آتش گرفته و این چنین شروع کرده جسارت کردن، اهانت کردن.